اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شما بینندگان عزیز عرض بکنم که همونطور که در بخش قبلی یادآور شدم، موضوعی که انشالله امروز پیشکش حضورتان خواهد شد در رابطه با یکی از حالات قلب انسان هست که در قرآن کریم هم به این حالت اشاره شده و در روایات فراوانی هم پیرامون این موضوع فرمایشات معصومین علیهم السلام را داریم، بحث قساوت قلب که باید از این حالت به پروردگار متعال پناه ببریم، به دلیل اینکه میتونه هم عوامل بسیار بسیار خطرناکی در واقع ایجاد کننده این حالت قلبی و روحانی باشه و هم خدای نکرده اگر کسی به این وضعیت دچار بشه عواقب بسیار سوئی را در دنیا و آخرت برای او به همراه داشته باشه. اطلاعات بیشتر و جزئیات را انشاءالله در این برنامه از طریق فرمایشات آقای فهیمی بزرگوار که مهمان ارجمند برنامه امروز ما هستن همه ما استفاده خواهیم برد. خدمت شما جو عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدید، وقت شریفتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، کارمندان محترم تلویزیون تمدن، در خدمت شما هستم. بزرگوار هستم استاد، خیلی تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و امروز در برنامه تشریف آوردین. موضوع صحبت سر دوست داریم که از بحث مفهوم شناسی آغاز بفرمایید استاد. بله، قساوت قلب در حقیقت یک بیماری اخلاقی و روحی روانی است که در روایات و در قرآن کریم به این بیماری اشاره شده است. کلمه قساوت از قسوه گرفته شده به معنای بیرحمی، به معنای عدم وجود عاطفه نسبت به درد و رنج دیگران. کسانی که در برابر رنج و درد و الم دیگران هیچ احساسی از خود نشان نمیدن، احساس مثبت، چی بسا در برابر او بی تفاوتن و یا حتی ممکن است که برایشون درد و رنج دیگران خوشایند باشه. ما به همش آدم در حقیقت قسی القلب میگیم یا قاسی میگیم و او صفتی که متوجه همش شخصی میشه صفت قساوت. بنابراین قساوت یک بیماری خطرناک و ایرانگری روحی روانی و اخلاقی است که اگر خدای نکرده انسان به این بیماری مبتلا شود عواقب و پیامدهای ناگواری را ممکنه در زندگی فردی و اجتماعی یک شخص به جا بگذاره. از این جهت ما خوبه که به برخی از عوامل قساوت قلب که چی چیزی باعث میشه که ما به این بیماری مبتلا شویم اشاره کنیم. اولین نکته ای که در احادیث و در آیات و روایات به او اشاره شده است بحث گناه و معصیت. گناه و معصیت در حقیقت سرپیچی از فرمان و دستور خداوند تبارک و تعالی است. کسانی که بر محور خدای تبارک و تعالی نمیچرخد و یا فرامین او را در نظر نمیگیره و مخالفت میکنه، ممکن است این گونه افراد مخالف و خلاف دستور خداوند سر از قساوت قلب در بیاره، به دلیل اینکه ما در یکی از آیه قرآن کریم داریم که نسبتاً مفصل و طولانی هم هست. قرآن کریم خیلی زیبا تشبیه میکنه و یکی از علمای ما شما هم در مثالهای زیبای قرآن که یک عنوان یک کتاب هست این مسئله قرآنی را بیان فرمودن که در اونجا آیه مبارکه قرآن کریم فرماید ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره، یعنی کسی که قلبش قسی میشن، سنگ دل میشن، به نحوی بیرحم میشن، این آدم میگه مثل سنگ میشه، تشبیه میکنه آدم سنگ دل ده یا آدم قسی القلب با انسان به حجاره، به سنگ. باز قرآن کریم 3-4 مورد در رابطه با این حجاره صحبت میکنه، میگه البته وضعیت این آدم قسی القلب از سنگ خیلی به مراتب بدتره، چون از سنگ ممکنه در شرایط خاصی برخی از نعمتها بدیست بیایه
ولی از این آدم قسی القلب هرگز نعمت، رحمت، عطوفت حاصل نمیه. مثال میزنه، مثلا میگه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. یعنی شاید قساوتی که در قلب آدم به وجود میایه از سنگ هم سختتر باشه، سنگینتر باشه. و چرا؟ و این من الحجارت لما یتفجر منه الانهار. گاهی هست که از سنگ وقتی یک آبی از شکستگی یک سنگ یا از درون یک سنگ میجوشه، اما از قلبی یک انسان قسی هرگز نوری رحمت و عطوفت و انسانیت نمیجوشه. این یک. دوم، و این منها لما یشقق و فیخرج منه الماء. از بعضی از این سنگ ها زمانی که شق میشن ممکنه در اثر شق شدن یک آبی خارج شوه و به اصطلاح آب جاری شوه، آب زلال به دست بیایه که انسان او رو بخوره، به اصطلاح ازش لذت ببره، یک نوع رحمته. اما از قلب یک انسان قسی القلب و سنگ دل این نعمت و این رحمت انتظار نمیره. و بعد بفرماید و این منها لما یحیط من خشیت الله. سنگ های سخت گاهی اوقات ممکنه از فراز کوها حرکت کنه، بیای پایین، تنزل کنه، او جای خود عوض کنه. اما قلب یک انسان قاسی همچنان مانند بدتر از سنگ، سختتر از سنگ، راه نفوذ هیچ موعظه، هیچ انسانیت، هیچ فضائل اخلاقی و کرامت انسانی در او وجود نداره. بنابراین به این زیبایی قرآن کریم تشبیه میکنه قلب یک انسان قاسی و قسی القلب را به سنگ و بدتر از سنگ، سختتر از سنگ. چون میگه از سنگ حداقل این سه چیز انتظار میره، اما از قلب یک انسان قسی القلب به اصطلاح در همه رحمت ها و نعمت ها و عطوفت و انسانیت و فضائل برای این قلب بسته میشه. خب بعد در آخر میگه وما الله بغافل اما تعملون. خدا غافل نیستن از اون چیزی که ما انجام میدیم، یعنی یک نوع انذاره، یعنی یک نوع اخطاره که پس متوجه باشین نگذارین این قلب که باید خانه رحمان باشه، خانه خدا باشه، این تبدیل شده به مرکز شیطان و بعد اونقدر سخت شوه، اونقدر به اصطلاح کانکریت شوه که دیگه هیچ خصوصیات انسانی و عاطفی در او بروز و حضور نداشته باشه. از این جهت است که این آیه در حقیقت در رابطه با بنی اسرائیل هست و متاسفانه بنی اسرائیل در طول تاریخ بشریت یک مجموعه وحشتناک بودند، یک مجموعه ویرانگر، یک مجموعه مخالف، یک مجموعه که حتی با انبیا کنار نیامدند. اولین مجموعه که نبیشان را تصمیم به کشتنشان گرفتند حضرت موسی علیه السلام را، همین مجموعه بنی اسرائیل بودند. لذا در قرآن کریم میگه ثم قست قلوبكم. بنی اسرائیل اونقدر قلبشون قسی شدن که حتی با فرستادگان خداوند هم کنار نمیآیه و بنابراین اجازه نمیدن که حتی پیام‌آور خدا او پیام‌های انسانی و رفعت را به سوی او جامعه منتقل کنه. خب حالا ما از اینجا بخوایم که یک گریزی بزنیم بریم به سوی یک نکته دیگر تا بحث ما کمی ملموستر شود. بله. انسان در وجود خودش مرکب است از دو عنصر خرد و عاطفه. خرد و عقل ما در حقیقت حقایق و موجودات عالم هستی و عالم کون را درک میکنه، حقایق را درک میکنه و ما را به سمت اون حقایق رهنمون میشه. این یک بخشی از وجود انسانی ماست که بخشی مهم و با اهمیتی هم هست. درسته. که ما ازش تعبیر میکنیم در ادبیات دینی به پیامبر درونی. عقل پیامبر درونی ماست که ما را از درون هدایت میکنه، برخلاف پیامبرانی بیرونی که با آمدن اونها در حقیقت ما هم از درون پیامبر داریم و هم از بیرون. اما
در کنار این عقل و خرد یه چیز دیگر هم در تکمیل انسانیت انسان نقش فوق العاده داره و او عبارت است از احساسات و عواطف. احساسات و عواطف اگر در حقیقت همون جنبه های اخلاقی و زیبای زندگی انسانی را تشکیل میدن که در او حب و بغض معنا پیدا میکنه، در او خوبی ها و بدی ها معنا پیدا میکنه، ارزش ها و ضد ارزش ها معنا پیدا میکنه. بنابراین عاطفه نباید آسیب ببینه. ما در بحث قساوت قلب حضور عاطفه را فوق العاده کم رنگ میکنیم، بنابراین یک خسارت عظیمی برای شخصیت انسانی به وجود میآید. انسانی که در بخش عاطفه و احساسات چی شوه آسیب ببینه، او فاجعه میآفرینه، جنایت میکنه، به اصطلاح همه خوبی های زندگی خودش را از دست میده، توازنی در زندگی را از دست خواهد داد که اگر فرصت بود انشاءالله در ادامه موضوع را باستر حتما اشاره در بخش بعدی خدمت هستالی خواهیم بود. استاد بزرگوار عزیزان بیننده خوشمند هستم، همراهی بفرمایید به همراهی شما بزرگواران مراجعات زیبایی را که آماده نشست خواهیم. تشکر میکنم از همراهیتان بینندگان عزیز. با ادامه برنامه عارفانه در خدمتتان هستیم. موضوع صحبت ما در رابطه با قساوت قلب و عوامل ایجاد کنندهش هست. اجازه بدین که روایتی رو با کسب اجازه است سرور عزیز ما جای فهیمی خدمتتان عرض بکنم که خداوند متعال به پیامبر اولوالعزم الهی حضرت موسی بن عمران علی نبی نا و آله و علیه السلام فرمودند که فرمودن لا تطول فی الدنیا عملو که فیقسو قلبو که والقاس القلب منی بعیدون. فرمودن ای موسی در دنیا آرزوهای طولانی نداشته باش و آرزوهایت را کوتاه گردان که باعث سنگدلی می شود طولانی شدن آرزوها. و فرمودن انسان سنگدل و قسی القلب از من دور است. در ادامه صحبت در خدمت آقای فهیمی هستیم و دوست داریم باز هم از عوامل ایجاد قساوت قلب بفرمایید. اجازه می‌خوایم در قسمت ادامه اون بحث عواطف یک اشاره بکنیم. ما گاهی می‌بینیم که جنایتی، ظلمی، بیرحمی، کشتاری در کشور خود ما و شما یا در یکی از کشورهای دیگر یا در جای نقطه نقطه عالم اتفاق می‌افته، ما متاثر میشیم. این تأثیر حکایت از این داره که ما هنوزم او عاطفه و احساسات انسانی را با خود داریم. اما شعری که سعدی میگن که چه عضو بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. یعنی درد یک انسان در او گوشه عالم در جای جای از مناطق انسانی انسان دیگر در یک گوشه دیگر متاثر می سازد و این در فطرت انسانه. این نیرو در نهاد انسان وجود داره و این باید سالم بمانه تا بتونه این کاروان بشری و انسانی به یک جایگاهی که ازش انتظار میره برسه. بنابراین مرگ عاطفه مساوی است با مرگ جوامع. مرگ عاطفه در جامعه انسانی مساوی است با مرگ قاطبه جامعه انسانی، چون همه چیز از هم میپاشه، هیچ کسی به کسی بند نخواهد بود و بدتر از او ممکن است جنایت روی جنایت در اثر قساوت انجام بگیره و هیچ کسی هم متاثر نشه. رضاست که این نکته سخت اهمیت داره. ما باید اون بخشی عاطفه را در کنار خرد داشته باشیم. خب نکته اولی که یادآوری کردیم از عوامل چی بود؟ گناه و معصیت. بنابراین جایی که گناه باشه، معصیت باشه، دوری از خدا باشه، مخالفت امر خدا انجام شوه، اونجا انسان به سمت قساوت پیش میره. و نکته دوم بحثی ترک یاد خدا و غفلت از خداوند تبارک و تعالی است. یعنی یک دفعه مخالفته، یک دفعه یاد خدایه. ممکنه یک آدم مخالفت نکنه، دستور خداوند را انجام میدن، اما اوقدر همواره در 24 ساعت در یاد خدا نباشه. به میزانی که ما یاد خدا را بیشتر داشته باشیم، چون انسان به صورت فطری به یک چیزی باید متوجه باشه، چی او مثبت یا منفی.
یعنی توجه خود را ما باید چی کنیم؟ مدیریت کنیم. توجه ما اگر به سمت خدا باشه، نورانیت میاره، معنویت میاره، رعفت و عطوفت میاره. اما توجه ما اگر به سمت غیر خدا باشد، ما را از عطوفت و مهربانی و عاطفه و اینها دور میکنه و به سمت قساوت پیش میبره. اینم بحث دوم. در این راستا امام باقر علیه السلام میفرماید یاک والغفله ففیها تکون قساوت القلوب، پرهیز کنید از غفلت، چون غفلت باعث میشه که قساوت قلب با وجود بیاید. نکته سوم همون چیزی بود هست که حضرت عالی اشاره فرمودین، طول امل، آرزوهای طولانی خودش باعث ایجاد چیه؟ قساوت قلب. بله. و حدیث هم حضرت عالی خواندین از خطابی که خدای تبارک و تعالی به حضرت موسی علیه السلام داشتن که از طول امل بپرهیزین، از آرزوهای طولانی بپرهیزین، چون آرزوهای طولانی دست نیافتنی است و برای و کوشش در این مسیر آدم را از مسیر اصلی دور میکنه که باز همون مسیری خدا باشه. برای رسیدن به اون آرزوهای طولانی ما باید تلاش کنیم، وقت صرف کنیم، توجه ما به سمت او باشه، نگاه ما، تلاش ما و این همه توجهات به او مسیر و به سمت آرزوها ما را از خدا، از مسیر واقعی ما که رسیدن به خدای تبارک و تعالی باشه و به مقام قرب او ما را دور میکنه. این سومین نکته. چهارمین نکتهش همنشینی با انسانهای ناصالح. ای که ما در یک حدیث نورانی در پایان این برنامه انشاءالله از باب تبرک میخوانیم که پیامبر بزرگوار اسلام سفارش میکنه که همنشینی با انسانهای دانشمند و عالم داشته باشید. به دلیل اینه که صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. آدمای بد را اگر آدم همنشین شود، آدم را به سمت بدی، قساوت، زشتی و دوری از محور انسانیت میکشانه و با آدمای خوب اگر انسان رفیق میشه، قطعا آدم را به سمت خوبی ها دعوت میکنه. بنابراین یکی از عواملی قساوت را در احادیث و روایات آمدن همنشینی با انسانهای ناصالح بیان کردن. بنابراین مواظب باشیم تا از یارانی بد، از انسانهای بدکردار، بدرفتار و بدپندار دور باشیم تا بتونیم که حداقل اون هسته اصلی انسانی خدا حفظ کنیم و مسیری که باید انتظار میره از ما به اون مسیر حرکت کنیم. بنابراین قرآن کریم، ائمه دین، پیشوایان دینی ما و شما را سخت هشدار میدن از اینکه قسوی القلب باشیم. یک آیه دیگر قرآن کریم هست میگه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر کسی که قسی القلب هست و اونا چیه؟ قلبشون دورن، دور از چی؟ از ذکر خدا. اگر انسان ذکر خدا را داشته باشد، خدا در زندگیش، ذکر خدا که میگیم یعنی تنها تسبیح و دعا و درود نیست، ذکر خدا حضور خدا در همه حالات در زندگی ماست، در روز، در شب، در کار، در اداره، در خانه، در حین تحصیل، در زندگی فردی، در اجتماعی، در سیاسی، در همه عرصه ها خدا میتونه حضور داشته باشه. خدا حضور داره چی ما متوجه باشیم چی ما متوجه نباشیم، خدا حضور داره. این که ما قدرت ای رو پیدا کنیم، این توجه رو پیدا کنیم که حضور خدا را درک کنیم در همه حالات، مثل شاگردی که استاد میخواست امتحانش کنه، بعد به همه یک تا مرغ داد و یک چاقو، گفتن ببرین این را در جایی ذبح کنین که هیچ موجود شما را نبینه. همه شاگردا رفتن پشت در و دیوار و درخت و مخروبه ها و این بر اون بر، این مرغا را سر بریدند و چهار طرف نگاه کردن، کسی را ندیدن. اما یک شاگرد این مرغ زنده آوردن زیر بغلش، همه بهش خندیدن، چون همه فکر میکردن این بیچاره اصلا ناکام موندن، نتونستن این امتحان پس بدن. بله. اما وقتی استاد سوال کردن، گفتن تو چرا برگردوندی زنده؟ گفت من شما گفتی یک جای این مرغ سر ببر که کسی نبینه، موجود شما رو نبینه، ولی ما هر جا رفتیم خدا حاضر و ناظر بود. هیچ جای
پنهان از دید خداوند پیدا نکردم که این مرغ را سر ببرم. استاد گفت تنها کسی که در امتحان ناجح و کامیاب برآمدن این دانش شاگرد، دیگر را باید یک بار دیگر درس دوباره پس بخونه. بنابراین عالم محضر خداست، ما همه در محضر خداییم، خدا همه جا است، به شرطی که ما حضور او را در زندگی خود درک کنیم. اینی که میگیم فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله یا عن ذکر الله، واقعا اینطوریه. وای بر کسی که خدا باشد ولی خدا را نبینه، وای بر کسی که در محضر خدا هست و حضور او را درک نمی کنه. بنابراین گناه، معصیت، دوری از ذکر خدا، عدم توجهی به خدا، همه اینها در اثر غفلت به وجود میاد. خدا خیر استفان بده. چقدر زیبا فرمودن سید شهدا علیه السلام در دعای عرفه که عمیت عین لا تراک، کور با چشمی که تو را نبیند. خیلی زنده باشن و تشکر استاد بزرگوار. در بخش بعدی فرصت داریم که انشاءالله بتونیم به آثار و عواقب قساوت قلب بپردازیم. بینندگان محترم، از شما صمیمانه درخواست میکنم که ما را همراهی بفرمایید. امیدوار هستم که از شنیدن این مناجات زیبا لذت برده باشیم. بیندگان عزیز، همچنان در خدمت تان هستیم با ادامه برنامه عارفانه. در بخش قبلی جناب استاد فهیمی به سه تا عامل از عوامل اصلی و مهم قساوت قلب اشاره فرمودند. یکیش بحث گناه و نافرمانی خداوند متعال هست، دومیش غفلت از یاد پروردگار متعال، و سومی هم داشتن آرزوهای دست نیافتنی و طولانی. در این بخش انشاءالله از جناب استاد فهیمی خواهشمند هستیم که در رابطه با آثار و پیامدهای سوء قساوت قلب برای ما بفرمایند. در ارتباط با آثار و قساوت قلب، آثار قساوت قلب 7-8 نکته وجود داره، ولی به 2-3 تا نکته مهمش که میتونه در زندگی روزمره ما و شما بیشتر مورد توجه باشه اشاره میکنیم. یکی، کسایی که به قساوت قلب گرفتار میشن، به این بیماری روحی روانی و اخلاقی گرفتار میشن، اولین نتیجهش دوری از رحمت خداونده. دیگر رحمت خداوند شامل حال چنین فردی نخواهد شد، به دلیل اینکه او بر محور خدا دیگر بعد از این نمیچرخه. رفتار و حرکات و سکناتش بر محور خدا نیست، بر محور به اصطلاح خواهشات و هواهای نفسانی خودش هست. بنابراین انتظار از این نداشته باشند که رحمت خداوند شامل حال او شود، و الزاست که در حدیث هم داریم که این ابعد الناس من الله القلب القاسی، بدترین دورترین انسان ها از خداوند کسانی هستند که به اصطلاح قصیر القلب. اینا یعنی هیچ انسیتی، هیچ سنخیتی با خدا دیگه نداره، هیچ ارتباط نمیتونه برقرار کنه. در حقیقت ارتباطشون با خدا قطع. طرف را ازش سوال کردن که به اصطلاح شما خدا رو میشناسی؟ گفت والله رفت آمد که نباشه، ما از کجا بشناسیم خدا رو؟ بنابراین وقتی که رفتار قطع باشه، ارتباط آدم با خدا قطع باشه، دیگه هیچ چیزی از خدا آید حال آدم نمیشه، هیچ رحمتی متوجه آدم نخواهد شد. دوم، در دوری از امور خیر، انسان ها در زندگی اجتماعی بسیار نیازمند این است که کارهای خیری را انجام بده، و لذتی که از طریق انجام کارهای خیر انسان احساس میکنه شاید بالاترین لذت باشه. مثلا اگر شما صدها افغانی یا هزاران افغانی برای منافع خودت و فامیلت مصرف کنی، ازش ممکنه لذت نبری، اما یک افغانی یا ده افغانی یا صد افغانی وقتی که برای کارهای خیر و عامل منفعه مصرف میکنی، لذتش را چندین برابر احساس میکنی. خب این لذت بی نظیر و این فرصت طلایی را این بیماری از آدم میگیره. شما دیگه اصلا در او فضا نیستی که بیا یه کار خیر را انجام بدی. انسان قصیر القلب وقتی که به این بیماری گرفتار میشه، دیگه از در کارهای خیر برایش بسته میشه، و او اصلا همونطور که عرض شد دنبال آمال و آرزوهای طولانی خودش هست، دنبال دستیافتن به چیزهایی که دیگه برای جامعه و انسانهای جامعه ارزش نداره، دنبال اونا راه میفته. بنابراین فرصت اینه که بیاره کار خیر انجام بده،
برش فراهم نمیشه، از این جهت که پیامبر بزرگوار اسلام میگه القاسی القلب بعید من کل خیر، کسی که قسی القلب از تمام خیرات دور دیگه دور میشه. خب این دو سومی نکتهش که یک مقدار میخواییم در رابطه با او صحبت کنیم و ملموس هم هست، نتیجهش اینه که آدم قسی القلب میره به سمت ارتکاب جنایات. ما در طول تاریخ انسان‌های قسی القلب فراوانی را داشتیم در طول تاریخ بشریت، و عنوان نمونه حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از کسانی است که به قساوت قلب معروفه در تاریخ اسلام. بله. حجاج ابن یوسف ثقفی وقتی به حاکمیت رسید در دوران حکومتش معروفه که 120 هزار نفر را ایشان کشتن، و زمانی هم که مرد 50,000 مرد در زندان حجاج ابن یوسف قرار داشت و 30,000 زن. و زندانی که حجاج ابن یوسف ثقفی فراهم کرده بود نه سقفی داشت نه هیچ چیزی، یعنی زیر به اصطلاح هوای سرد و گرم در فصل تابستان و زمستان این زندانی ها زندانی بودند و همینطور می مردن به صورت طبیعی در اثر سرما و گرما. بنابراین انسان که میگه وقتی مدیریت نکنه زندگی خودش را، توجه خودش را مدیریت نکنه، پیشتر هم اشاره کردیم، سر از حیوانیت در میاره. و قرآن کریم میگن که آدم ها هستن در تاریخ بشریت که از حیوانات هم پستر میشن، اولایی که کل انعام بل هم ازل. واقعا این نمونه از اون درندگانی هستن که آبروی درندگان را حداقل تازه کردن، زنده کردن. یعنی درندگان به مراتب شرف دارن نسبت به یک انسانی که از نعمت عقل و احساسات و عاطفه برخوردار باشه اما نتونه از او استفاده کنه، برعکس بیفته به جان هم نوعان خودش و هرچی جنایت انجام بدن. شبیه حجاج ثقفی ماست ده ها و صد ها عناصر دیگر در تاریخ اسلام، در تاریخ کشور خود ما و شما، در گوشه و کنار جهان داشتیم و داریم. خب بنابراین این یکی از پیامت هاست. اجازه بدین در آخرین لحظاتی که قرار داریم یک حدیث را از امام علی از پیامبر بزرگوار اسلام که توصیه است به امام علی السلام اشاره کنیم و عرض رو تمام کنیم. میگه یا علی، پیامبر میفرماید یا علی، خمستون تجلو القلب، چه پنج چیزه که قلب را جلا میدهد و قساوت را از بین و تذهب بالقساوه، قصاوت از بین میبره. یک، مجالست العالم، مجالست با انسانهای اندیشمند و عالم، این یک. و مسح رأس الیتیم، دست روی سر یتیمان کشیدن. یعنی چی؟ یعنی استفاده از اوج عواطف و احساسات انسانی، دست هم نوعان خود بگیره به جایی که هم نوعان خود بکشادم. و کثرت الاستغفار بالاسحار، سبانگاهان سهرگاهان استغفار را زیاد بکنه، توبه بکنه آدم. و ترک استمر باللیل، شب زنده داری، و صوم بن نهار. اینا پنج چیزی است که پیامبر بزرگوار اسلام اشاره میکنه و امام علی علیه السلام برای اینکه از قساوت قلب نجات پیدا کنه و قلوبشان جلا پیدا کنه. خیلی لطف کردین، بهره‌مند شدیم از فرمایشات شما. به پایان برنامه رسیدیم. از خداوند متعال میخوایم که ما رو در این مسیر یاری کنه تا از قساوت قلب دور باشیم و قلب های من مالامال از عواطف و احساسات باشه. تا دیدار آینده شما را به خداوند متعال بسپارم و از معذرتان مرخص میشیم. خدا نگهدار.